بازم سر از زیر این درخت در آوردی. همونجا بشه لیلا. برای من زیر این درخت قشنگترین جای دنیا، از همه جا قشنگتره. زیر همین درخت بود که قرار عروسیمونو گذاشتیم، یادته؟ همینجا بود که بهم خبر دادی به زودی پدر میشم. اوه چه درخت جون خوبی. اوه اینقدر از این درخت جون تعریف نکن. چیه حسودیت میشه؟ به درخت؟ به هر کی که غیر از من دوستش داشته باشی. من فقط تو رو دوست دارم عزیزم، تو لیلا رو. کی میشه فرامرز؟ دست از این قایم موشک بازی ورداریم و بریم تهران. کی میتونیم مثل همه زن و شوهرها هر شب و روز با هم زندگی کنیم زیر یه سقف؟ دیگه چیزی نمونده عزیزم، تا دو ماه دیگه لیسانسم رو میگیرم، میتونم رو پای خودم وایسم. اون وقت بدون پروا همه چیزو به پدرم میگم. اونجا رو نگاه کن. اگه پدرت بفهمه صاحبه یه همچین نوه‌ایه چی کار میکنه؟ چی میگه؟ مثل همه پدر بزرگا خوشحال نمیشه؟ نمیدونم، تو اونو نمیشناسی، نمیدونی پدرم چه آدم یه دنده ای. گفتی تمام آلبوم عکس این بچه دهاتیه ها؟ بله آقا، از شیرخواری تو اینقدری. آقای فرامرز، فرامرز. بله پدر. این بچه دهاتی کیه که یه آلبوم از عکسشو جمع کردی؟ معذرت میخوام پدر، اون بچه منه، نوه شما. بازم معذرت میخوام تا حالا این موضوع رو به شما نگفتم. اسم عروستون مریم، از ده خودمون. بسه! چطور جرات کردی این کارو بکنی؟ یه زن دهاتی عروس من؟ تو خیال میکنی من اسم و عنوان و شرف خانوادگی مو اثر را آوردم که تو پسرای بیلیاقت اینجور باهاش بازی کنی؟ من اونا رو دوست دارم پدر، من زن بچه‌مو دوست دارم. گم شو برو بیرون از خونه من، برو بیرون بیلیاقت، گم شو. منو گوش کن مادر، صلاح تو در این لیلا رو بفرستی شهر، پهلوی پدر بزرگش. چی میگی امو حسن؟ چی داری میگی؟ میگی من بچه‌مو از خودم جدا کنم؟ مگه من میتونم امو حسن؟ مگه میتونم؟ آقا بزرگ با من صحبت کرده، اون میخواد لیلا رو ببره پهلوی خودش. هیچ میدونه اگه لیلا تو دم و دستگاه آقای سرور دیوان بزرگ بشه چه دختر با کمالی از آب در میاد. این سرور دیوان از جون من چی میخواد؟ شوهرمو از دستم گرفت، حالا میخواد لیلا رو از من بگیره؟ از قول من بهش بگو اگه بند از بندم سوا کنه نمیتونه لیلا رو از من بگیره. من خیلی بهش گفتم، اما هیچ گوشش به این حرفا بدهکار نیست، حقم داره. هیچ مادری نمیتونه از بچهش دل بکنه. امو حسن، تو چرا این حرفو میزنی؟ اون چه عقلش میرسه؟ اون میخواد لیلا رو مثل خودش بدبخت کنه. آخه اون چی داره که به لیلا بده؟ اما من لیلا رو تو ناز و نعمت بزرگ میکنم. خود به خدایش حق با شماست، اما چاره چیه؟ گوش کن، حالا که این زن نمیخواد خیر و صلاح لیلا رو در نظر بگیره، من فکر دیگه ای کردم. منتها تو باید برای این کار به من کمک کنی، من نمیخورم، ببر. بیا امو حسن، گلوتو تازه کن. بی کمک تو نمیتونم لیلا رو خوشبخت کنم، فهمیدی؟ حالا درست گوش کن ببین چی میگم. داره لیلا رو میبره تو کومه خونکو بخواب. بخواب دختر. هر روز این وقتی میشه میره زیر اون درخت. بری. خدایا خودت میدونی من غیر از خیر و صلاح لیلا و مریم چیز دیگه ای نمیخوام. یواش بگیرش کن. بدش. بیه. حالا نمیشد کومه را آتیش نمیزدی؟ با این کار مریم فکر میکنی لیلا تو آتیش از بین رفته. گرد باشه به آقا قول دادی از این بابت به کسی حرفی نزنی یا راوی فیلم تو کسی نیدد. ای
آتیش گرفته تو. لیلا! حالا دیگه موقعش رسیده که همه چیزو بهت بگم، اما اول این کیسه رو داشته باش. این اندوخته منه، این پولا دیگه به درد من نمیخوره. اینا رو وقتی لیلا عروسی کرد از طرف من براش جهاز بخر. چی میگی امو حسن؟ 15 سال پیش آتیش سوزی اون کومه یادت میاد؟ بعدم خیال کردی لیلات مرده؟ نه، لیلات زنده است، پیش پدر بزرگش، پیش سرور دیوان. لیلا، لیلای من، لیلای من زنده، لیلای من زنده. ماشینیم ولی شاد و غزل خون می رویم، دست جمعیمون به سوی شهر تهران می رویم. هرچه پیش آید خوش آید، ما که خندون می رویم. داری می بینی که ما با جمع یارون می رویم. آخ برم راننده را اون کلا جو زنده را، گاز و فرمونا ببین شور و حال بنده را. من که خیلی شادمونم، همچو بلبل نغمه خونم، تا که هستم فکر کارم، زنده دل هستم جوونم، قربونه بازون برم. او داداش بی خود تو چرتی، دل به دست غم سپردی، حق نکن بی خود برادر، از چه رو هستی مکدر، من ز اخم دل خورم. آخ برم راننده را اون کلا جو دنده را، گاز و فرمونا ببین شور و حال بنده را. Oh, no.
از گلشن امید به دام دل نکنده ایم ماشینیم ولی شاد و غزل خون می رویم دست جمعیمون به سوی شهر تهران می رویم هرچه پیش آید خوش آید ما که خندون می رویم داری می بینی که ما با جمع یارون می رویم آخ برم راننده را اون کلاس جودنده را باز و فرمونا ببین شور و حال بنده را گاز و فرمونا ببین شور و حال بنده را منه بگیشون وارتا تو اصلا چی کاره ای که به این میگی من اتخون بدی یا بگیشون وارتا من تو رو نمیکم با مگه این چند تا آدهی داره یه آدهی داری که منم تو حق نداری به آدهی این امرو نهی بکنی مگه من سر راه افتادم که به این میگی منو بکشه این ور اون ور حالا فهمیدم پس تو من آقدایی رو با اون آقدایی یکی کردی با خجالت هم نمیگشی موره کنار بیشم من شمی رو باید بکشم بشی با جنازه شم از مکیم دادم دلم کنید موره کنار بیدم خیرخیره که بجوام بشین دیگه تو بوشات رو بکنی تو به کام هستم از حالا به بعد اگه یه دفعه دیگه بشنوم به من گفتین آقایی پوست از کلتون میگرد خیلی خوب بشه من اینو بذارم بشه آقایی منو بگیریم منو بگیریم بگیریم بلم کاریم چته چرا من سعی گربه میپیشه به پرفای مردم؟ این یارو زن درده یه دست اسکن از تو که بشه کدوم؟ نگاه نکنم یارو پایستریته لابد به اندازه پول چهار تا مرغ این هوا اسکناسه من دیده 20,000 چوگو میزنه 20,000 تومن برد تو بمیره بلنش میشه اینجا بشه واسه اینه که باش کار کنی یا این شکمه وامونده تا سیر بکنی نه اینکه باش دزدی کنی حالا میری مثل بچه آدم میشینی اونجا نفستم در نمیاد خاله خواه آی راننده بسن بریم دادشم از همه مسافرم عوض میخوام معذرت بکن با ببخش طوری شدی مادر نه اون بد جنس داشت پولای من ور میداشت این پولا که مال من مال اینه دخترم این عکس دخترته خدا ببخشش اما حالا دیگه بچه نیست برای خودش باید یه خانومی شده باشه آخه خیلی ساله که ندیدمش 15 سال میشه 15 سال دخترتو ندیدی؟ نه از من گرفتم بی انصافا بچه‌مو ازم گرفتم کی این کارو کرد؟ همه یه بدبختی های من زیر سر پدر بزرگشه سر بر دیوان به من گفتن بچم مرده تازه دیروز فهمیدم که لیلای من زنده است بلوی پدر بزرگشه
حالا میری شهر دخترتو ببینی؟ لابد خونه پدر بزرگشو بلدی. نه، پرسون پرسون یاد میگیرم. خیال میکنی سرور دیوان کم آدمیه؟ تو خیال میکنی شهر چه جور جاییه؟ بیا مادر، بیا قربونت برم الله. خدا عمرت بده پسرم. آبایی، مواظب مادر باش، من الان برمیگردم. کجا میری اکبر؟ یه آب خوردم برمیگردم. خدا اجرش بده. هنوز تو این دنیا آدمای خوب پیدا میشن. بله، آدمای بدم همینطور مادر. ناکسا باز وایستادن اینجا دارم میسوکن. شیطونه بگه هرچی بذار دردشم. دیگه هواش نقده من لبم میگه آقدایی. من میرم. از قول من از اون جوان که خدا عمرش زیاد کنه خداحافظی کنی. کجا مادر؟ آخه دخترم تو این شهر، باید اونو پیداش کنم. خداحافظ. مادر؟ رفت. چی رفت؟ کجا رفت؟ با اون گرگایی که واسه پولاش دندون تیز کرده بودن کجا گشتی بره؟ من چه میدونم، مرغ نبوده که من پاش ببندم. حالا بگویرم این زنک چی بود؟ آقدایی، این زن بنده خدا دفعه اولش پاش گشته تو شهر. من چه؟ 15 سال آزگار دخترشو ندیده. به تو چه؟ حالا اومده تو این شهر از روی اسم میخواد دخترشو پیدا کنه. چیز عجیبه، به ما چه؟ آقدایی چی داری میگی؟ تو تمام این شهر فقط یه نفر از درد این زن با خبره. من باس این مادر به دخترش برسونم. اکبر بابا ول کن، بیاره به کار زندگیت برس. من تو مریضی؟ آخه من چقدر ازم کجا گذاشتی رفتی؟ آروم بگی، گره نکن تو. داشتم از تنهایی دق بودم. دیگه تنها نیستی. به من کمک کن، به من کمک کن دخترمو پیدا کنم. تو دخترتو پیدا میکنی، بهت قول میدم. حالا دیر وقته، خستم هستی. پشو بری فردا صبح دست به کار میشی. پشو قربونتم. من که جایی رو ندارم. زیر سقف خونه قلومت انقدر جا هست که مادرش ویلون نمونه. بهت قول میدم اگه خونه سرور دیوان سر قله قاف باشه پیداش میکنم. بلند شو مادر، فعلا بریم خونه، خستگی در کن. خرابه قلومت، تو این خونه من هستم و احمد و محمود داداشام با آقدایی. از 2 سال پیش که مادرم عمرش داد به شما، پاک صفای این خونه به این رفته. خونه که توش مادر نباشه اسمشو نمیشه گذاشت خونه. بیبار تو، برو تو مادر. بفرم، برو تو جون. حالا بیا و درستش کن. دیگه کی دستش به پوله میرسه؟ گفتم همون وقت که زنه تو خیابان گج گجی میخورد باید کلج کرمه کندی. باز عقل کل نوت شد. اگه خیت میکاشتیم و ملتفت میشد چی؟ اون وقت فرار کردن از وسط اون خیابان کار عزتی فیل بود. اما مرغ افتاده تو قفس. چی داریم میگی؟ با اون لاشخورایی که دور ورشن؟ لاشخورا صبح که بشه پر میکشن میرن دنبال کارشون. سلام علیکم آقای. سلام، کجا بودی؟ بچه‌ها شوم خوردن گرفتن خوابیدم. شوم چی داریم؟ مگه نمیبینی عبدالخیار؟ بازم که عبدالخیار. نه تو ببینی، پس بوغلمون سرخ کرده.
خب عبدالخیار دیگه. عبدالخیار چیه؟ پاشو سفره رنگین ترش کن، نیم روی چیزی تنگش بزن. آها چه خبرته؟ آخه مهمون داریم جونم. مهمون؟ مهمون کیه؟ مهمون کیه؟ مادر که یارته هم؟ هر جوری بود پیداش کردم آوردمش تو خونه. بی تماشا کن، خوش بیام. بزه بیه بیا خیلی شیرین کاشتی منم بیام تو دارالمساکینه. برو برو زود دست بگنجه بنزش بیرو. یالا میگی من به این زن بی کسی کار کمک نکنم؟ نه تو این حرفا رو قلبت نمیزنی آقدایی. باز میگه آقدایی؟ آخه ناسلامتی به من میگن اکبر جان پهلوون. وقتی بعضی از این مدالا رو میگرفتم خودت کنار دوشک قاطی جمعیت بودی، جمعیتی که از ته دل فریاد میزدن. اون فریادا فقط به خاطر زور بازون نبود، زورو که خیلی از حیوانان دارن. اونا منو یه پهلوان میشناختن، یه پهلوان با تمام محسناتش، با انسونیتش، با مردونگیش، با معرفتش. درسته که من سالای سال دوشک کشتی و عنوان پهلوانی رو گذاشتم کنار، اما غیرت پهلوانی تو خونمه، اونو نمیتونم کنار بذارم. نمیتونم این زن بیچاره رو که به من پناه آورده تنها بذارم. بیا بیا بیرون تماشا کن، بیا تا یه چیزای دستگیره بشه. خدایا میبینی آقدایی؟ به حق مقربان درگاهت دخترمو به من برگردن. ناراحت نباش مادر، آخرش خونه سرور دیوانو پیدا میکنم. این سرور دیوان، سرور دیوان که میگی هرکی از پای اسم گندهی که داره حتما تو خونهش تلفونه، از اون دفتر تلفون میشه آدرس شو بگیر. دست خوش دیدی مادر چه آقدایی خوبی دارم، جانم به این آقدایی. دفتر تلفن گل گفتی آقدایی. اینقدر من نگو آقدایی. فردا صبح رو دفتر تلفن خونه سرور دیوانو پیدا میکنم، میبرمت پهل دخترت. غمت نباشه، مخته برم آقدایی. برو تو مادر، تو اکبر داری غم نداشتی. تهران، جناب آقای سرور دیوان، پدر بزرگ عزیزم، دوشنبه 10:30 به تهران وارد. دست شما رو میبوسم لیلی. با اومدن تو انتظار من تمام میشه دیگه، این ثروت و دم و دستگاه مال من میشه. بیا عزیزم بیا، وجود تو پلیه که من باید ازش رد شم تا به ثروت پدر بزرگت برسم. بله ببخشید، خواستم یادآوری کنم که ساعت 10:00، آقا رو باید ببری تمام بخار. بسیار خوب. الو اونجا کجاست؟ با کی کار داری؟ منزل آقای سرور دیوان. بله بفرمایی. جون خودش بود، خود سرور دیوان. جونم به این آقدایی. آقدایی تو عقل کل مایی. پس بزه زمین چرا همراهی میکنی؟ باست رو گل کرده. یالا را بیا بریم. نمیفهمم آخه کجا؟ خونه سرور دیوان جونم. همچی میگه سرور دیوان جونم، انگار سرور دیوان خاک شیر دباد حلقش کرده. ببینم هاشم، تو تلگراف لیلی رو دیدی؟ نه قربان. عجب عجب، پس خبر نداری؟ چی رو قربان؟ پسر جان، به خاطر این خبری که بهت میدم باید یه مشتگانی ازت بگیرم، یه مشتگانی خوب. اختیار داری قربان. لیلی میاد پسر جان. حقیقت میفرمایید؟ آره آره پسر جان، لیلی میاد روز همین دوشنبه ساعت 10:30. همین دوشنبه؟ آره جانم. تو باید خودتو برای استقبال از همسر آیندت آماده کنی. فندک؟ بله. باید طرز رفتارت با لیلی من متشکرم طوری باشه که با اون همه تعریفایی که از تو نامه های کردم جور در بیاد، چون لیلی دختریه که تو فرنگ بزرگ شده، باید این موضوع رو در نظر بگیری. از این گذشته هاشم، تو میدونی که من چقدر به خوشبختی لیلی علاقمندم.
گرچه بعد از این چند سال که تو رو از هر جهت آزمایش کردم میتونم اطمینان داشته باشم که تو لیلی منو خوشبخت میکنی. من غلام شما و لیلی خانم هستم. تو نور چشم منی پسر جان. همینجا باشه. شاید اون پیریه تو ماشین خودش بود. اکبر عوضی نباشه. نه بابا خیابون شماره کاشی خود خودشه. پس چرا معطلی در بزن؟ آخه چرا منو نگاه میکنی؟ در بزن دیگه. میگم اومدیم و در زدیم و ما چی بگم؟ خب میپرسی منزل سرور دیوان اینجاست. طرف جواب میده بله. میگی من باهاشون کار دارم با لیلا خانم. طرف میپرسی چی کارش داری؟ خیلی خب بابا بس در بزن دیگه. چی؟ سلام علیکم آبجی. آخه جون خودش باشه. چی لیلا؟ آره دیگه. ده یه کاری بکن برو باش حرف بزن دیگه. من روم نمیشه برم چی بگم؟ تا حالا این کارا نکردم. اگه یه بوی من تو تن شما بی ارزا بود چه قصه‌ای داشتم. وایسا الان میدم خودم سر صحبت باشم. باره ببینم. سر به نام لیلا تو این خونه نی؟ کلفتی به این اسم نداری. کلفت نه، لیلا یعنی لیلا خانم نوه آقاست، نوه آقای سرور دیوان. نه خیر آقا، نوه ایم به اسم لیلا نداره. چطور نداره؟ چی میگی؟ صبر کن داد. نشد. آخ. پس خب سرور دیوان اتوکش چیزیه. اتوکش این؟ آره خیال کردی اتوکش خونه سرور دیوان چه ریختیه؟ از لیلا چه خبر؟ اینجور که من دستگیرم شده لیلای در بساط نیست، راحتت کن. نمیدونم جواب مادر رو چی بدم. با این همه امید و آرزو اومده دخترشو ببینه. اینجور که من دستگیرم شده سرور دیوان فقط یه نوه داره، اونم یه اسم خوبی داره. چیه صاحب برده؟ آه لیلی، اسمش لیلیه. قرار همین روزا هم از فرنگ بیاد. لیلی؟ لیلی، لیلا، این دوتا اسم باید یکی باشه. همین روزا از فرنگ بیاد؟ بله، فردا شب هم یه عکسش به دست من میرسه. عکس لیلی؟ چجوری؟ دیگه چجوریش به تو مربوط نیست. آخ دایی تو عقل کلی را راست رو اصلاحات ناره میگه ای. من زودتر برم با این خبرهای دست اول کلی مادر رو شاد بکنم. سالکی تو برم آقده ای خجالت بگه کل دومد به من یا آقده ای آقده ای دوسترت بگرم. که تو جواب نمیده بس اینکه درم بازاره. بریم تو نباز کسی باشه. بزن بریم تو. بیا بیایم. یواش زود همه جا رو بگردیم پولا رو پیدا کنیم. اینجا که نیستش. مثل اینکه صدای پا داره میاد. درش ول کنی. آشوا! چی نمیخوای به زبون خوش حرف بزنی؟ حالا به حرفت بیا. جاشه چطوره قاسم؟ الحمدلله. ای یالا حرفتم پولا کجا؟ میگم پولا کجا؟ یا کسایه؟ بلش خوش نه حالا توی پولا کجا؟ بگیری باسته؟ ناش بخور آشه دل هم برسه برسه آخری کشت نداری کوری نسل هست. ببین چی کار کرد و همه رو ولو کرد روز. ببین خدا بگم که چیزا جلده میره این اون جد آبادته.
تو برکت خدا رو پخش زمین کرد؟ یه بازم آفتوخ جا نه این چیه؟ الهی به عذاب شرک گرفتار بشه. الهی ببین جواب اکبر بیه کنه یا کسای بیمعرفه سلام دایی مرد چه خوشگل شد یا اونه بسر اینا کی بودن دراز و کوتا تو خونه با اجازه خودشون اومده بودن ما هم با اجازه شما پسیجای مختصری ازشون کردیم و رفتن برم میترسم چش زخمی مادر مادر طوری شدی؟ چیزی نیست سرم بینم باز اومده بودن دنبال پولا ها؟ اون پولا مال جهاز دخترم عمو حسن برای جهاز دخترم داده پولا رو که ور نداشتن کی پولا رو گذاشتم اون بالا سپردمش به قرآن یا قرآن کیسه پول دست نخورد از مادر خوب جای سپردی پولا رو جاش محکمه پولای جهازی دخترت لیلی قراره فردا بیاد همین فردا؟ مگه چند تا فردا داری؟ همین فردا درست ساعت دهونه میشه تو چقدر سلامتی آخوشی جواد آقا اون جانم سوک یارو پیریه چه خوشش داد یعنی میگه این لقمه چرب و چیله از گلو ما پایین نمیره افطارش مجانیه نفهمیدم چی گفتی؟ باشه شیر فهمش کن حالا بهت میگم چی فر بوده آبجی بفر و سری میز ما بفر چرا آبجی بیاد داشت بزرگش بیاد معلوم میشه همه بیقراره با حمیدم من نمیذاری از تو هنوز منو نشناختی ها به من میگن آقدایی آره دیگه شناسنامه تو با خودت باطل میکنم اینه آورش نایی بازد این بارو بفر میرم شوارا یه همه برو میرم به من میگن آقدایی میده آقدایی میده نه این بارو دارش برین دعا کنین که اکبر جهان پهلوان اومد و الا همین امشب قیمه ریزتون میده بشین بابا آق دایی بشین قربون پیمونه میرم آق دایی بازم به میخونه میرم آق دایی دلم از تو نمیرم آقا دایی بگو کجایی آقا دایی آقای مایی آقا دایی چند یکی به قربون
دوری میتوان رفتن به خونه جان که قربونه قربونه پیمونه میرم آقا دایی بازم به میخونه میرم آقا دایی بی دل و مستونه میرم آقا دایی بگو کجایی آقا دایی آقای مایی آقا دایی چاکر داره پیلی میره تو دلش غیلی ویلی میره تو دلش غیلی ویلی میره تو دلش غیلی ویلی میره پروردگار صبر و قرارم تموم شد دیگه نمیتونم دوری لیلا رو تحمل کنم خدایا دخترم رو از تو میخوام دخترم رو به من برسون ای خدا ای خدای مهربون مادر لیلی اومد لیلا لیلا اومد خدایا شکر شکر لیلای من اومد میدونستم آخرش لیلای من میاد همیشه دلم گواهی میداد که لیلای من زنده است بریم بریم دوتر میخوام لیلامو ببینم ما که هنوز خاطر جمع نیستیم لیلی همون لیلا اون لیلای منه لیلای من مادر تو سالای سال صبر کردی یکم دیگه هم صبر کن فرصت بده خاطر جمع بشیم این لیلی همون لیلاست بعد وسایلشو جور میکنیم بریم پهلوش چطور صبر کنم دیگه چیه مادر حالا که به سلامتی لیلی خانم اومده ما باید بگیم بخندیم خوش باشیم دیریخت داراخت و باز باید که من نگاه بکنی بری گمشی یلا چیه مادر؟ چیزی نی اکبر میگه معلوم نیست اون لیلای من باشه این که دیگه ماتم نداره فردا شب واسه خاطر لیلی خونه سروردیوان یه جشنه یه بالماسکه سفورا میگه و اگه اکبر بخواد با لیلی رو به رو بشه فردا شب وقت خیلی خوبیه چی؟ من برم خونه سرور بله سفورا همه کارا رو خودش درست میکنه چی میگی آقدایی منو چه به بالباس که میگی آقدایی میزنم خودم میکشم بچو خواهش میکنم توجه کنید خوبه به خودم امیدوار شدم هنوز پیروان من زیادن خیلی ها هستن که به حرف شیطون گوش میکنن خانم ها آقایون همه میدونیم مجلس امشب به افتخار وجود عزیزیه که سالها از آغوش خانوادش دور بوده امشب همه خوشحالیم که در شادی و سرور آقای سروردیوان که سرور همه ما هستن شریکیم و بازگشت لیلی خانم رو جشن گرفتیم به افتخار لیلی خانم همه
خیلی متشکرم. ملاحظه میفرمایید خانم ها آقایون، لیلی خانم با اینکه سالها در فرنگ بودن زبون فارسی رو به این خوبی صحبت میکنه. به همه آداب و رسوم وطنم آشنایی کامل دارم، به خصوص همه جور رقص های ایرانی و شرقی رو بلدم. لیلی خانم درخته، لیلی خانم درخته، لیلی خانم درخته. برنده ی با اون لباس کنم، هی بوسه روی لفات کنم. عشوتو برم، نازتو برم، اون دو چشم تن نازتو برم، سروی و قد و بالاتو برم، آهوی ساقه پاهاتو. دلم میخواد یواش یواش شونه زنم، به اون موهاش زول باشو چین و چی کنم، یارم و نازنین کنم. عشقتو برم، نازتو برم، اون دو چشم تن نازتو برم، سروی و قد و بالاتو برم، آهوی ساقه پاهاتو برم. بیا بیا چون غنچه تو میخندی، بیا بیا شیرین شکری قندی، بیا بیا با پیرهن هندی، بیا بیا حالا که تو دلبندی، بیا بیا چون غنچه تو میخندی، بیا بیا شیرین شکری قندی، بیا. ای گل هندی چقدر نمک داری از من و عشقم، مگه تو شک داری با غم عشقت، بگو چی کار کنم جانب صحرا، میخوام فرار کن یار یار یار، تو رو دوست دارم یار یار یار، مده آزارم. ای گل هندی چقدر نمک داری از من و عشقم، مگه تو شک داری با غم عشقت، بگو چی کار کنم جانب صحرا، میخوام فرار کنم یار یار یار، تو رو دوست دارم یار یار یار، مده آزارم. خوش به حاله آن که دلدار داره، از بحر غمهای خود غمخار داره، حیران عشق تو هم لیلای عشقم، پر کن زلفای خود مینای عشقم، سرگشت منم چون مجنون بر عشق تو لیلا مفتون. رقاصه ما زیبایی خوش نیمایی، خوبی مجلس آرایی، از بر روحم چون مایی، از رخ خوبت دل خواهی، والا که شه آشوبی، وح که حبیبی محبوبی، سرگشت منم چون مجنون بر عشق تو لیلا مفنون. خوش به حاله آن که دلداری داره،
از بحر غمهای خود غمخار داره، حیران عشق تو هم لیلای عشقم، پر کن ز لفای خود مینای عشقم، سرگشته منم چون مجنون بر عشق تو لیلا مفتون، سرگشته منم چون مجنون بر عشق تو لیلا مون. نوبتی هم باشه حالا نوبت رخت منه، نوبت رخت من و آواز بی نخت منه، پاشو همکاری تو همه دل رو بابا ما بکن، مثل من از جون و دل ای نازنین غوغا بکن. حبیبم کار من، ما که توی سینمون قلب صاف و پاک داریم، چون طلا هستیم و که منتی به خاک داریم، بهترین چیزا صفا و عالم یک رنگیه، غیر از این باشه قبول کن مایه دلتنگیه، مایه دلتنگیه. باز شنید خمپاد که در این جمله مقبول نوبه حالت دست همین آقای شیطان نوبه که میخواهی لباس و لذت بالماسکر و از دلت بردار، ای دورت بگردم ماسکر آدمو حالی به حالی میکنه، آدمی با دیدنش رفت ملالی میکنه، پاشو همکاری تو هم ای دل رو بابا ما بکن، مثل من از جون و دل ای نازنین غوغا بکن، پاشو همکاری تو هم ای دل رو بابا ما بکن، مثل من از جون و دل ای نازنین غوغا بکن. خانم ها آقایون، اینطور که معلومه حسن انتخاب لیلی خانم مورد تأیید تمام حضاره، همگی دوست عزیزمونو که در لباس کارگری به این مجلس اومدن و حرکات و رفتاری کارگر رو خیلی طبیعی تقلید میکنن، برنده بهترین لباس و بهترین کاراکتر این مجلس میدونن. اجازه بدید، خواهش میکنم، اجازه بدید، به همین جهت از لیلی خانوم تقاضا میشه جا. جا
شما ها چی خیال میکنین ها؟ خیال میکنین منم یکی از شما هستم که رنگ عوض کردم؟ نه، من احتیاجی ندارم که هر روز و هر ساعت رنگ عوض کنم. من همینی که میبینید هستم، یه کارگر، یه تراشکار، یه تراشکار ساده، همین. من اگه امشب غلط انداز میون شما هستم، فقط به خاطر یه نفره، به خاطر یه مادر، مادری که خیال میکنه دختر گم شدهشو میتونه تو این جنگل پیدا کنه. اون نمیدونه که لیلاش و حیوانای این جنگل بلعیدن، جاشو کسی گرفته که حاضر بوسشو به حراج بذاره. خودتو اون جایزه لعنتی ارزونی همینه که دورتو گرفتن، ارزونی همینه. خواهش میکنم، چیز مهمی نبود، مشغول باشید. مقصودش من بودم، اون از مادرم حرف میزد. حالا وقت این حرفا نیست، این جشن رو به خاطر تو گرفتم دخترم، نباید خودتو گرفته نشون بدی. میدونی یه خبر خیلی خوبی برات دارم، میخواستم غافلگیرت کنم. امشب میخوام نامزدی تو و هاشم رو رسما اعلام کنم. هاشم رو من برات انتخاب کردم، جوونی که شایستگی تو رو داره. همه از شنیدن خبر نامزدی تو خوشحال میشن. نه پدر نه. هاشم این چی میگه؟ لیلی، لیلی وایسا. لیلی چیه؟ آخه چی شده؟ هیچی، یه خورده سرم درد میکنه. ببینم، شاید تحت تاثیر حرفای این پسره قرار گرفتی. نمیدونم، نمیدونم. لیلی بیا بریم پایین، الان تمام دوستامون منتظرن خبر نامزدی ما رو بشنومن. نه حالا نه. پس کی؟ نمیدونم، شاید هیچ وقت. هیچ وقت؟ پس این همه انتظاری که من کشیدم چی؟ پدر بزرگت میگفت تو نامه‌هاش از من مرتب برای تو نوشته. تو میخوای من همسرم از رو نامه‌های پدر بزرگم انتخاب کنم؟ همچین انتظاری داری؟ چی میخوای بگی؟ لیلی من تو رو دوست دارم، از همون روزی که چشمم به عکس تو افتاد. تمام این سالها رو به خاطر یه همچین روزی که برگردی منتظرت موندم. لیلی دوستت دارم. بلم کن. تو دوست دارم دیگه. سیسم دوستت دارم. بلم کن. دوستت دارم. بلم کن. نمیتونم خوب گوشت رو بکن. در تمام مدتی که پدر بزرگم عکس داد و برام میفرستاد و اون همه ازت تعریف میکرد، برام بی تفاوت بودی. وقتی هم اومدم اینجا و خودتو دیدم ازت خوشم نیومد. در همون نگاه اول، حالا با این کارت ازت متنفرم، متنفرم. مال من میشی. برو بیرون، برو بیرون. برو بیرون. الو، من هاشم. به دو سه نفر آدم احتیاج دارم، از اون نخبه هاش. رازیشون میکنم، هرچی بخوان میدم. اونام باید هر کاری که من میگم بکنن، هر کاری. باشه؟ خدافظ. خوب بود؟ چی شده؟ چرا حرف نمیزنی؟ بگو، اونو دیدی؟ لیلای منو دیدی؟ اون لیلای تو نیست مادر. چی؟ مادر، این لیلیه. این لیلای تو نیست. اسمش لیلیه. مادر خودت گفتی 15 سال هر شب و هر روز به فکر لیلا بودی. بهتره بعد از اینم همین جور باشه، فقط به فکرش باشی. اینجوری خیلی بهتره، هم برای تو هم برای اون دختر. نمیتونم دیگه، نمیتونم. بعد از اون امیدواری که پیدا کردم دیگه نمیتونم. مادر، این دختر با اون خونه و زندگی و با اون وضعیت، آخه چطوری بگم؟ تو که اون چیزایی که من امشب اونجا دیدم ندیدی. چی شده اکبر؟ هیچی، من صلاح نمیدونم مادر بره تو اون خونه با اون دختر روبرو بشه. چی میگه؟ مادر یه خورده صبر کن، گریه نکن، معلوم خودم درست میکنم. اکبر، مگه اونجا چه خبر بوده؟ آقای من یه چیزی میترسم، میترسم مادر بره اونجا با اون همه شوقی که واسه دیدن دخترش داره، اونا تعویلش نگیرن، جوابش کنن. آخه تو که نمیدونی دم دستگاه اونا رو نمیدونی. این حرفا کدومه؟ محبت مادر فرزندی چه ربطی به دم دستگاه داره؟ الان مادر چند سال آزگاره با فکر و خیال دخترش خوشه، با این وضع عادت کرده.
حالا اگه تو اون خونه بره و اونا به مادری لیلی قبولش نکنن، بهش بی‌اعتنایی بکنن، مسخرش بکنن، دیگه واسه مادر چی میمونه؟ خیال میکنی این پیرزن میتونه این ضربه رو تحمل کنه؟ این ضربه واسه ابد اونو زمینگیر میکنه. برای همین من نمیذارم پای مادر به اون خونه بره. خوابه تو هم دیگه. چی داره میگه؟ الان درستش میکنم. مادر قصه نخور، خودم وسایلش رو جور میکنم، بری خونه سروردی، بری دخترت رو ببین. چطوری؟ من یه طرف تو اون خونه دارم، فردا طرف رو میبینم، ازش میخوام که همه کارا رو راست و ریس کنه. مادر قول میدم که فردا را پس فردا ببرم دوجی. مادر بی برم دوجی که دخترت رو ببینی. خونه عوضت بده آقا. دیگه قرار نبود من بگم آقا دیگه. اما از این بابت مواد با اکبر حرفی بزنی. مزراب و بدن به سیم سازه، قربون صدای دل نوازه، دردی به فدای ناز شسته، قربون به امشب شب ما سحر نداره. آره شادی بابا درد سر نداره، امشب شب ما سحر نداره، شادی بابا درد سر نداره. جون من برید شرابو، جونم بده زود بیاد کبابو، مطرب میخوامت بیزن رو بابو، آواز میخونم بده جوابو، مزرابو بزن به سیم سازت، قربون صدای دل نوازت، زردی به فدای ناز شستت، قربون برمون دو چشم مست، امشب شب ما سحر نداره. بابا شادی آخه درد سر نداره، امشب شب ما سحر نداره، شادی بابا درد سر نداره. میخورم به سلامتی. بره اونجایی که درد و غم نباشه. به سلام آقای آقایی. آقایی جی شد. جی شد به زمین گیلا سرام. شما هنوز دهنتون بو شیر میده. غلطهای تازه تازه. اگه امشب آوردمتون اینجا فقط واسه اینه که فردا هر چی دیدین لامپ تا کام به اکبر نباید هر چی. چشم آقایی. آقایی. دوباره قاطی کن. آقایی. آقایی. اینو علال حساب داشته باشین، باید فوراً دست به کار بشین. لیلی از فریشب که اسم مادر به گوشش خورده برای پیدا کردن اون خیلی بیتابی میکنه. شماها باید قبل از لیلی مادر رو پیدا کنید و تحویل من بدید. وجود این مادر باعث میشه لیلی مثل مون تو دست من نرم میشه. برای پیدا کردنش اول میرین سراغ اون تراشکاره. تو تراشکاریای شهر یه جوونیه با مشخصاتی که گفتم. اون از مادر خبر داره. مادرم کجاست؟ مادرم کی بوده؟ حقیقتشو بگیم پدر بزرگ، مادرم کجاست؟ نمیدونم. بعد از تصادف پدرت دیگه از مادرت خبری ندارم. چی شده یه مرتبه به فکر اون افتادی؟ من که در باره تو از هیچ چیز فروگذار نکردم. همیشه بهترین زندگی ها رو برات فراهم کردم. میدونم شما بهترین زندگی ها رو برام فراهم کردین، اما قبول میکنین من با همون بهترین زندگی ها هر وقت مادری رو میدیدم که بچهشو بغل میزنه و اونو نوازش میکنه غم دنیا به دلم میشست، اینو قبول میکنین؟ لیلی. لیلیان آروم باش. آروم باش. حالا میفهمم در تمام این سالا به من دروغ گفتی. مادر من زنده است. هر جا باشه اونو پیدا میکنم. لیلی کجا میری؟ گفتم کجا میری؟ من باید اون جوونو پیدا کنم. میگفت یه تراشکاره، میرم به تمام تراشکاری ها سر میذارم تا پیداش کنم. اون از مادرم خبر داشت. کجا بودیم اینقدر دیر کردیم ور پریده ها؟ رفته بودیم بنزین که شما که همش به فکر شکنه سابقه دیگه. خب میتونیم دست به کار بشین؟ من ترتیب کارو دادم، صبح بهشون تلفن کردم، گفتم براشون امروز یه رخشور تازه میفرستم. میگی منو صفورا فرستاد؟ خدا شما رو عوض بده. خب به احمد و محمودم گفتم اینجا باشن، وقتی برگشتی بره سرانت خونه. مبادا ازش غافل باشین ها، مواظب باشین اکبرم از این موضوع بویی ببره. چشم آقا. خب مادتا دیگه بار خونش. خدا حافظ. اون هاش، اون در بزرگ است.
بریم دیگه جونی. بریم. برو بریم. بریم. لیلا؟ لیلا کی؟ زودتر دست بکار شد. ملفای لیلی خانم هم شستن. اتاق خوابشون اون بالاست. اون در روبرو. ساب کنید. آی بیا اینجا ببینم. بله آقا. این کی بود؟ این زن دهاتی؟ رخشور تازه است. یه زن با لباس دهاتی چجور رخشوریه؟ منم که دیدمش تعجب کردم. صفورا خانمونو فرستادی. بسیار خوب. این زن منو به خیال انداخت. یه دقیقه صبر کنی. سفشی منتظر باشین تا بیارم. خیلی رازی گوش کنیم. میدونی کجا ببریمش؟ آره زندون خصوصی. خیلی خوب برید. لیلا. لیلا تو میخوایی؟ تو مادرشی؟ آره من مادرشم. دخترم کجاست؟ منو ببرین پراش. دختر تران اینجا نیست اما من میدونم کجاست. از دیدن مادرش خیلی خوشحال میشه. منو ببرین پلوی دخترم. بریم. دلم میخواد وسیله این کار خیر من باشم. بریم مادر. همین الان میارتش. بلده چی به گوش طرف بخونه که با پای خودش بیاد؟ روانی که هاشم داره مار رو از سوراخ میگوشه بیرون. شما میدونین جاش کجاست؟ آره گفتم که میدونم. تو رو خدا زودتر منو به دخترم برسیم. الان مادر تا چند دقیقه دیگه دخترتو میبینی. سوارش کنیم. بره جاک چشا. مادر رو میبریم پلوی دخترش. پلوی لیلا خانم. فهمیدی؟ خدا عمرتون بده. یه ماشین خونه سرور دیوان اومد بیرون. مادر تو ماشین بود. بریم به اکبر خبر بدیم. زود باش. من نشونه یکی از همکارای شما رو میخوام. یه تراشکار جوونه. قد بلند و چشم و ابرو مشکی. صدای خیلی خوبی هم داره. با من؟ من با کسی کاری ندارم. برای پیدا کردن شما خیلی گشتم. نه بابا. حرفای اون شب شما منو به خیال انداخت. آخه شما از یه مادر حرف میزدی. آره اومده بودم از مادرت حرف بزنم. پس مثل اینکه شما از مادرم خبر داری. خواهش میکنم بگی مادرم کجاست. گوش کن خانوم. این مادر که میگی خیال میکنی چریختیه. بذار صاف و پوسکنده بهت بگم. این مادر هیچ شباهتی به اون زنا ببخشین به اون خانومایی که اون شب دورتی گرفته بودن نداره. این یه زن دهاتیه. یه دهاتیه صاف ساده. یه دومن بلند پاشه. یه چارقتم سرشه. خیال نمیکنم شأن شما اجازه بده رو این زن دهاتی اسم مادر بذاری و بهش بگی مادرم. مادر منه. مادرمه. هر کیاس مادرمه. تو گریه منم سرت میشه. خیال میکنی من چی هستم؟ از ساعتی که اسم مادرم بردیم فکر کردم مادرم زنده است. خواب به چشمم نیمده. خواهش میکنم منو ببریم. خیلی خوب بابا خیلی خوب بریم. اینقا آبگوره نگیر. مادرت باز خاطر تو داره دیوونه میشه. آقدایی که اومد بهش بگی من الان برمیکردم.
وای خدا مخم سود کشید. وای وای زیانم. وای آره جونم دیوونه، دیوونه تو، دیوونه ی زنجیری، الهی که بلا گردونت بشم من. البته این حرفو بهتر نیست روزشو بگی. روز چی رو عزیز دلم؟ روز عقدمونو. حالا دیدی اومدی یا نسازی؟ اونو بعدا صحبت چی میکنی؟ ببین من که از تو جوونی نخواستم. خب؟ واسه این که نداری، پولم که نخواستم، واسه این که اونم نداری. من تو رو فقط واسه خاطر این موهای فلفل نمکی میخوام. این موهات به من میگه تو قدر زن و بچه و خون و زندگی تو خوب میدونی. عزیز دلم، این موهای فلفل نمکی چیز دیگه بهت نمیگه. بهت نمیگه من چقدر از تو دوستم میام. بهت نمیگه که من چقدر قربونتی میرم. مثل که صدا اومد. بودو 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 آقا دایی تو اینجایی؟ چرا نیومدی کارخونه؟ اولین چیه؟ لیلی خانوم هست. لیلی خانوم؟ آره. سلام. سلام لیلی خانوم. آقا دایی گوش کن چی میگم. آقا دایی. آقا دایی. مادر کجا؟ وایس من یه خود از این لیلی خانم عوار پرسی بکنم بعد راجعه باز تو چشت به یه زن خود بکنم راجعه به مادر میدونی به پا وایس هم بکنم مادر خونه نیست اصلا نو رفته خرید کنه نه آخر خریدم نرفته پس کجا؟ بچه چرا با ما یکی به دو بکنه پر رو چی شده مادرم کجا؟ راستش دیدم واسه شما خیلی بیتابی میکنه بردمش خونه سروردیوان چی بردیش خونه سروردیوان؟ میدونی آخه چه جوری بهت بگم به اسم رخشور رخشور او خدای من مادرم باره میدونی؟ اخ جونم همه رفتن سفور جون بیا رفتن رفتن بوده دیگه بیا بیرون دیگه ای قلبم چی شو؟ هی میگفتم نکنه من اینجا ببینن آبروم میره مگه دایید مرده؟ مگه من میذاشتم دیگه مزاحمین همه شون رفتن خیال تخت تخت حالا لخ شو برن دالالخ لالالخ دیگه تو هم لوس نشه دیگه چی بود؟ مثل که صدای در راست بید بودو برو تو پستو بودو این سرخر دیگه چیه؟ نه تو چه باز برگشتی دختره رو تنها گذاشتی اکبر بیا برو پیش دختره بده سلا نبود من برم چی رو سلا نبود حالا که مادر و دختر به هم میرسن بیتر خودشون تنها باشن فقط خودشون آقایی تو فکر میکنی حالا که مادر دخترشو پیدا میکنه دیگه بر میگرده اینجا سراغی هم اما میگیره آقا من همین این موقع میتونم به تو جواب بدم بچه اکبر چطوره بری خونه سروردی و یه سرگوش آب بگیری اکبر چیه اکبر بوله که مادر بردن بردن با ماشین بردن توی باقی اجداد میدونستم پای مادر برسه به اون خونه یک کلکی دستش بوده اکبر بود محمود برو بوده بیبریم بوده برای تراشو محمود دم در با موتور منتظره آخش تو نمیری خیلی خواهد شده نفهمیدم آخش همینجوری تمرگیدی اینجا نمیدونی با چه سرعتی اومدم بیارده بی قابلیت مگه نگفتم مواظب مادر ما چطور هم حوصله داری برو زودتر یه تاکسی بیار بریم ببینیم چه بلایی به سر مادر اومده بل کن آقا داشت شوره رو میگی؟ تو حق نداری به مادر من توهین کنی آه میبینم که خیلی به مادر تناقه داری بگو کجا فرستادیش مادر تو دست منه تو چنگ من اگه به زنده موندنش علاقه داری باید به ازدواج با من رضایت بدی البته با شرایطی که من میخوام تو چطور جرأت میکنی اینجوری با من حرف بزنی؟ گفتم مادر تو دست منه تو باید با من ازدواج کنی تو فقط چشمت به ثروت پدر بزرگ منه خب چه عیبی داره عشق من این ثروت تو دست این پیر فرتوت چه خاصیتی داره قدرت جوانی میخواد تا بتونه لذت این ثروت رو بچشه تو یه لاشخور یه لاشخور بگو مادر کجاست ازت خواهش میکنم خب سر عقل اومدی
حالا برای اینکه خواهی مادرت سعی و سالمه، تو رو میبرم پلوش که اونو ببین، اما بعد در صورتی آزاد میشه که شرایط منو قبول کنی. بریم. ولم کنی برم، اینجا کجاست؟ منو آوردیم پس لیلای من کو؟ صدات میبری یا نه؟ حب لیلا خورده. میبینی حسن لیلاشو میخواد. میرم میدون کافر شب براش یه لیلا میخرم. آخه چرا منو آوردین اینجا؟ منو ببرین پلو لیلام. تو رو خدا منو ببرین پلو لیلام. حالا این لیلا لیلایی که میگه خوشگل مشکل هست یا نه؟ خوشگلم باشه چیزی به من تو نمیمازه. هشه مثال گرگ واسش دندون تیز کرده. حتی سری پا لیلا لیلا مادر جون لیلا دخترم بکش کنار. آزادی مادرت بستگی به عقد من و تو داره، با شرایطی که من میخوام. هیچ جور دوز و کلکی هم نمیتونی بزنی. از اینجام که رفته میگم جای مادرتو عوض کنم. با اونام قرار گذاشتم سر هر. اگه یک ساعت بگذره و صدای منو از تلفن نشنون مادرتو میکشن. بهشون این اجازه رو دادم. خوب متوجه شدی؟ حتی از پلیس هم نمیتونی کمک بخوای. فقط برات یک راه میمونه، ازدواج با من. اینم بهت بگم، این بچه ها برای مادرت میزبان خوبی نیستن. برای اینکه بفهمی چی میگم و زودتر تصمیم بگیری چشماتو باز کن. چرا از مهمونتون فضیدایی نمی کنی؟ باش اومده این همین جا تو همین با بذارش کنیم پس بکنم این کسا؟ وایسلی من این نگاه بخور بودو احمد بزار نبوش گو یالا بودو هوا اینا رو داشته باشون ناکس حتما رفته سراغ مادر رو دیدی یالا راحت باشه به من بگن آقده این بزن ماشینو چپ بکنی بچش کنه بچش کنه مادر یا آبا خدای خودت کمک کن. چی شده؟ اکبر چی شده؟ طوری نشده، توکل کن به خدا. نکنه خدای نکرده مادرم طوری بشه. نه خدا فقیر بیچاره رو دوست داره. خدای خدا طوری نشده جونم. تو مادر میرسونی بیمارستان تا من برم حساب این ناکسو برسم. اون الان میره سراغ پدر بزرگت. من همونجا واسه تلفن دستم. خدای من خدا دست خدا. Thank you.
مثل اینکه اتفاقی افتاده ها؟ دیگه خیمه شبازی تموم شد. یعنی چه؟ محمد، تخی آفش و همشون مرخصن. کسی نیست دستورای آقا رو بخونه. مقصودت چیه هاشم؟ دیگه هرچی از گنجت حفاظت کردی بس افعی پیر. آفشو کجا؟ همه شما رو به من اینجا رسیدم. بگیر خیال کردی ها؟ میکشم کجا در میری؟ بیجا من هنو حسابا تصمیر نکردم تو همیشه صد راه من بودی. میکشمت سری کی بشی؟ بلش کن بی بوته بلش کن مزاهم مزاهمو یاد آبادته نه مزاهمم یا تو قوضی بلش کن بلش کن تا خورده تا کردم بگیر باید زودتر میکشتم گم شد دیر باشی شخت و ایشگونم کلانتری اجمت عجله کنی منتظرم تو خیلی به اون هیکلت میرسی کن آشا این کرپا که میدم تو خواه بری یواش یواش قدم میشه بیا این کارنامت آی بی بوته تو کی هستی جوون یه ره گذر بدون کمک تو معلوم نبود سرنوشت گنجینه خانوادگی من. من اینجا منتظر یه تلفنم. اونم اگه شما اجازه بدین بچم زحمت کم میکنم و میرم. یعنی تو پول نمیخوای؟ هیچ. الو؟ بله بله همینجاست. مادر مادر جون منم اکبر. حالت چطوره؟ حالت خوبه مادر؟ خوبی؟ هیچ وقت من به این خوبی نبوده. هیچ وقت. ببرین تو اتاق خودش. خدا رو سر زار مرتبه شکر. خانم دکتر ببخشید عرض داشتم. همینطوری نگه داری چشم لابد حدس میزنی که من کی هستم هیچ وقت دلم نمیخواست با تو روبرو بشم هرگز نمیخواستم چشمم به چشم تو بیفته اما چیزایی شنیدم چیزایی وحشتناکی که مجبور شدم بیام اینجا
درست گوش کن. تو 15 سال پیش پسرم از دستم گرفتی. اون قربانی عشق نابسامانی شد که به تو پیدا کرده بود. تو قاتل فرامرز من هستی. حالا نمیذارم، به هیچ قیمتی نمیذارم نبم به اون سرنوشت دچار بشه. شما از چی حرف میزنید؟ از لیلی، از نبم. برای این که از نکبت زندگی تو دور بشه، اونو فرستادمش فرنگ. با این کار میدونین چه کردی؟ 15 سال تموم چجوری منو زجر دادی؟ میدونین برای یه مادر دوری از فرزند چه زجری داره؟ چی شده؟ به مادر چی گفتی؟ وجود این زن باعث شده که لیلی من با تو آشنا بشه، گول تو رو بخوره، به یه لات آسمون جل دل ببنده، به یه آدمی که تو 7 آسمون یه ستاره نداره. اینو باید بدونی، من با تمام قدرتم نمیذارم نفع من بازیچه دست کسی بشه که لیاقت نوکری در خونشم نداره. خفه میشی یا نه؟ حیف که حرمت این موهای سفیدت. اکبر، بودم تو سی خودت. اکبر، فقط سفارش من بهت اینه که قدر مادر رو بدونی. اون تو زندگیش خیلی زرد کشیده، قدرشو بدون. لیلی، چی کار داری میکنی؟ میخوای منو ترک کنی؟ من نمیخواستم اینجوری بشه، اما چاره دیگه ای ندارم. لیلی، من دیگه خیلی پیر شدم، روزای آخر زندگیمه. تو این روزا فقط امیدم به توه. هر کاری که کردم فقط برای خوشبختی تو بود. شما آخه خوشبختی رو در چی میدونید؟ در این که هاشم میشدم، کسی که دائم به شما تعظیم میکرد و بله قربان میگفت، اما دیدین که آخرش چی عذاب در اومد. ولی اکبر به شما تعظیم نمیکنه، اون حاضر نیست در مقابل قدرت و ثروت شما کرنش کنه. برای همین به نظر شما لیاقت همسری منو نداره. شما کاری کردین که حتی مادرم حاضر نیست باشه تو این خونه. لیلی گوش، تو اگه بخوای هنوزم دیر نشده. تو از پلوی من نرو. به تو قول میدم اونا رو برگردونم پلوی تو. مادر تو، اون جوان کارگر میارم پیشت. چه جوری؟ راضیشون میکنم. هر جور که شده، حتی اگه لازم باشه تمام ثروتمو به پاشون میریزم. شما خیال میکنین همه چیزو همه کسو میشه با پول خرید؟ متاسفم پدربزرگ. من تصمیم خودمو گرفتم. دیگه نمیتونیم اینجا بمونیم. تا یه ساعت دیگه من و مادرم از اینجا میریم. لیلی. خدافظ پدر. لیلی. چه غم بود در این مورد
در آمیختم ریخت یک سر خمه سینه پر درد و برم فرصت نداری. میخوای از اکبر خداحافظی نکرده بریم؟ بریم مادر، میخوام دیگه بعد از این با هم باشیم، پلوی هم. اینجاست، اون رو برو. اومدم از تو یه خواهشی بکنم. لیلی داره منو ترک میکنه، داره از پلوی من میره برای همیشه. فقط تو هستی که میتونی اونو به من برگردون. اون تنها دلخوشی منه، تنها دلخوشی من. خواهش میکنم لیلی رو به من برگردون. شما از من چی میخواین؟ از یه لات آسمون جل، از یه کارگر، یه آدمی که تو هفت آسمون یه ستاره نداره. خواهش میکنم، من اشتباه میکردم. تو هر کسی هستی لیلی، فقط تو رو دوست داره. فقط تو هستی که میتونی اون خوشبختی رو که من همیشه برای لیلی آرزو داشتم بهش بدی. اون فقط تو رو دوست داره. عجله کن، دیر میشه، اون الان فرودگاست. شما رو بیارم. بریم آوار بشون. بریم خود.
داری میره و تو که همش تایت آقا جا میمونی. توی ماشینیم ولی شاد و غزل خون میمون، به سوی شهر تهران میرویم، هرچه پیش آید خوش آید، ما که خندون میرویم، داری میبینی که ما با جمع یارون میرویم. آخ برم راننده را اون کلا جو زنده را، گاز و فرمونا ببین شور و حال بنده را.